بله. سوال اول من راجع به کنیز و غلام که چرا یعنی در اسلام قدغن نشده خب. و سلام سوال دوم من راجع به اجاب است. حالا چرا قدغن میشد؟ حالا چرا چی بدی داشت که قدغن میشه؟ باید نمی بود اصلا. ها؟ چرا؟ کنیز می بود نه غلام. چرا نمی بود؟ بدیش چیه؟ بعدش که انسان ها میگه همش یک چیز میگه نه وقتی که اسلام میگه شما یک کسی را مثلا اگر غلام شما اون زمانی که اسلام آمد ببین غلامی موجود بود اینطوری نبود که غلام نبود اسلام آمد اینا درست کرد اینطوری که نبود غلامی قبل از اسلام موجود بود کنیزا موجود بودن اسلام آمد گفت که وقتی اینا حالا اون زمان زیاد بود مثلا مردم بیچاره از حبشه آورده بودن از کجا کجا از روم از کجا می آوردن اونا غلام بودن در مکه در مدینه منوره اسلام گفت همون غذایی که خودتان میخورید به اون غلام بدید همون لباسی که خودتان میپوشید به اون غلام بدید اون هم مثل شما انسانه پس اون زیاد کار نکنید اون هم میتونه مالک بشه اصلا میتونه خودش کار بکنه یواش یواش قیمت خود پرداخت بکنه آزاد بشه خرید بشه و آزاد بشه و بعد اسلام فرمود که اگر فلان گناه را انجام دادید یا غلام کفاره داره فلان گناه را انجام دادید یا غلام کفاره داره کور آزاد بکنید و هر کسی که غلام در راه خدا آزاد بکنه قد ثواب داره لذا برادر عزیز اسلام بهترین راه حل برای مشکل بردگی پیدا کرد و اون مشکل راه حل چیه؟ در امریکا در سال 1860 خیلی مزه میخوام 1860 جنگ خانگی امریکاش حالا تلویزیون گوش کن خب جانم از تلویزیون نه جانم کافی دیگه دیگران منتظرن جنگ خانگی شروع شد جنگ داخلی امریکا بین شمال و جنوب عمدهش هم مسئله بردگی بود شمال نمیخواست بردگی باشه جنوب میخواست بردگی باشه خلاصه بعد از این که شمال برنده شد جنوب امریکا را فتح کردن ایالات جنوب امریکا را و اون ریبلیان به اصطلاح امریکا یا سرکشی اونها سرکوب شد لینکن آزاد کرد تمام غلام ها را آزاد کرد یعنی سیاه‌پوست ها که غلام بودن گفتن همگیشان آزاد و با یک حکمی و همگی آزاد شد اما این یک مشکل بسیار عظیم اجتماعی در امریکا ایجاد کرد که تا امروز ادامه داره به خاطر اینکه عده زیادی از مردم که اینها خرجشان بر سر اربابشان بودن در زمین ها کار میکردن حالا بسیار روی بد داشتن اون زمان با غلام ها در امریکا مثل مسلمان ها که نبودن که مسلمان ها بله با غلام ها خب میگه که همون غذایی که خودت میخوری به اونها بده خیلی اینطوری نمونه داریم که مردم غلام بودن مثلا غلام امیرالمومنین علیه السلام بود آزاد میکرد غلام اصلا نمیرد من کجا برم من دوست دارم شما را یا سید الشهدا علیه السلام غلام هایی داشتن رها نمی کردن جناب فزه کنیز حضرت زهرا علیها سلام الله علیها بودن دیگر اهل بیت اصلا رها نکرد در کربلا هم موجود بود و این خیلی زیاده خدمت شما عرض بکنم که این در امریکا خیلی مشکل زیاد به وجود آمد اینطوری نبود که در امریکا خب اولا رویه خیلی بد بود با غلام ها بعد اینا را که آزاد کرد همه که یک بار آزاد شدن اینا سرمایه نداشتن اقتصاد نداشتن خب یک ده مردمی که سابق سر زمین های دیگران کار میکرد تمام خرج اونا را میداد حالا برید خودتان کار میکنید بکنید مشکلات اقتصادی خیلی مشکلات اجتماعی زیاد بین جامعه سیاه ها تا امروز آمده را میبینید امروز در جامعه سیاه اصلا فرزندی که از ازدواج پیدا میشه عددش کمتر از فرزندی که از زنا پیدا میشه در امریکا در بین سیاه‌پوست های امریکا یعنی این بیشترشان فرزندانی هستن که بدون ازدواج به دنیا میان یعنی حرام‌زاده در بینشان از حلال‌زاده بیشتره و خدمت شما عرض بکنم جرائم بسیار زیاده در بینشان این که بیکارگی که کار نکنن زحمت نکشن خیلی زیاده اصلا تربیه اخلاقی تربیه خانوادگی اینا اصلا خبری نیست در بینشان علتش چیه؟ علتش همینه که یک بارگی همه جو گفت آزاد هست بگه کار نکنیم بگو اسلام کاری که کرد دوستان عزیز اینه همون غذایی که خودت میخوری همون غذا رو به غلامت بده همون لباسی که خودت میپوشی به غلامت بده و بعد هم در راه خدا آزادش بکنی بهترین عبادت و خود غلام حق داره بره کار بکنه پول کم کم در بیاره اصلا خودش غلامی خدا آزادی خدا از صاحب خود بخره یا اینکه کار گناهی میکنید یا غلام بخرید در راه خدا آزاد بکنید مثلا قسمی به ناحق خوردید یا حالا اونجا کفارات آمد حالا بیادم نیست در ذهنم نیست مثلا روزه ماه رمضان کفارش آزاد کردن یک غلام از این قبیل کارا این بهترین رویه بود با مبارزه با غلامی و بردگی اولا در اون زمان اون غلام هایی که موجود بودن اگر اونا یک بار آزاد میشدن برای جامعه یک مشکل عظیم پیش میامد یک ده مردم که نه خانه دارن نه کاشانه دارن
نه سرمایه دارن که برن کار بکنن برای خود، هیچ، افتادن وسط خیابانا. اون برای جامعه خیلی بد میشد اونجوری اگر اسلام اعلام میکرد. الا اسلام بهترین راه حل بیان کرد، گفت همون مثل فرزندتان به اینها غذا بدید، مثل فرزندتان به اینها لباس بدید، بعد اینها را آهسته در راه خدا آزاد بکنید. در حدی بود که این کار در زمان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی ظهور کردن غلامی زیاد بود در مکه. 7 سال گذشت اصلا غلامی در مدینه اینا غلام پیدا نمیشد. در عصر عمر بن عبدالعزیز اونجا هست در تاریخ که یک مقدار پول چیز آمده بود، عمر اینا فرستاد، عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه فرستاد به یک شهر دیگر، گفت با این پول، حالا پول صدقه بوده یا پول غنیمت بوده یادم رفته، اون میفرسته میگه فلان جا میفرسته، عراق میفرسته، نمیدونم کجا، فارس میفرسته، یمن میفرسته، مصر میفرسته، یارو نیست، با این غلام بخرید آزاد بکنید در راه خدا. خب اگر در مدینه غلام می بود، خب اونجا میکرد، چون در مدینه اصلا غلام تمام شده بود، غلام نبود که کسی آزاد بکنه، به این خاطر اونجوری بود. توجه شدید؟ دیگر از فوایدش این بود، وقتی که اینها مثلا مسلمانای غلامی را میخریدن، اینو میآوردن در خانه خود، یک 6 ماه یک سال به او زندگی میکرد با مسلمان ها، او مسلمان میشد، خب نماز یاد میگرفت، روزه رو یاد میگرفت، احکام دین رو یاد میگرفت و اون وقت رویه خوب خانواده مسلمان رو هم میدید، از جان و دل مسلمان میشد و او را اون وقت آزاد میکردن در راه خدا. لذا اینه برادر عزیز من، اسلام یک بار نگفته که همه بردگا آزاد بشه، اما کاری کرده که بردگی در جامعه نمیمونه. متوجه هستید؟ کاری کرد اسلام که اصلا بردگی در جامعه نمونه، از بین بره. لذا امریکا در سال 1860 بردگی را ملغا کرد، اما در کشورهای اسلامی خیلی قبل از اون بردگی تمام شده بود و امریکا کو کاری را کرد، بردگان را آزاد کرد. تا امروز کسانی که در امریکا زندگی میکنن میدونن که چقدر مشکلات اجتماعی به خاطر همین کار لینکن، ابراهام لینکن، که بردگان را یک بار آزاد کرد و این یک معضل عظیم اجتماعی. سیاها تا امروز فقیرن، تا امروز بینشان جرائم، نوشیدن شراب، اعتیاد، مواد مخدر، زنا، از هم پاشیدگی خانوادگی الا ماشاءالله بیداد میکنه. حالا امیدوارم که جواب مرا گرفته باشین، دیگه منم خسته شدم.